خب سلام عرض می کنم خدمت رفقای حاضر. امشب بحثمون درباره مفهوم مارکس از آزادی. با این جلسه قصد داریم یه سلسله بحثایی رو که درباره شکل‌گیری اندیشه های مارکس جوان در نظر داریم تو این اتاق آغاز کنیم. هممون بسیار شاید بسیاری از آموزگاران ما که بعد از مارکس در بین‌المللی دوم و سوم درباره تئوری های مارکس نظر دادن، خودشون هنوز اغلب نوشته های مهم مارکس رو نخونده بودند. بسیاری از این آثار به ویژه نوشته های اولیه مارکس در فاصله 6 سال بین تز دکتراش و انتشار مانیفست، تازه بعد از جنگ جهانی اول، بعضی هاشم بعد از جنگ جهانی دوم منتشر میشه. دانشی کسانی مثل لنین، تروسکی، روزا، این رهبران بسیار بزرگ جنبش سوسیالیستی اون دوران به این نوشته اصلا دسترسی نداشتن. اینا هم نوشته هایی هستن که هم برای روشن کردن سیر تحول اندیشه خود مارکس از آزادی خواهی انقلابی به کمونیسم انقلابی کلیدی هستند، هم مارکس در این نوشته به مسائلی پرداخته که بعدها در دوره بعدی زندگیش زیاد به اینها بر نگشته یا کمتر برگشته، با اینکه اینجا و آنجا اشاراتی داره. خب این کمبود یه حفره ایجاد کرده که جا رو برای پوشاندن هزاران کجندیشی و بداندیشی باز گذاشته. البته تو دوره اخیر خیلی از متفکرین مارکسیست و غیر مارکسیست درباره مارکس جوان کتابا نوشتن و بسیاری از مطالبشون هم برای روشن کردن این دوره آموزنده و موثر هم هستن. اما هنوز نه تنها این حفره پر نشده که خود همین دوره جدید شاید حتی اختشاشات فکری و انحرافات بدتری رو هم ایجاد کرده. بسیاری از این تلاش ها به جای اینکه بررسی کنن بدفهمی های قبلیشون رو، قصد دارن در واقع اثبات درستی این پیشتاوری ها رو در این متون دنبال کنن. در نتیجه به خود امر بررسی این آثار اولیه از همون اولش مغرضانه میشه تا روشنگر و به فهم خود این آثار هم اصلا کمکی نمی کنن. به هر حال قصد ما قبل از هر چیز درک خود این آثاره، بدون هیچ پیشفرضی و به اتکای قرائت خود متون. در حال حاضر این برنامه رو برای اتاق در نظر گرفتیم: نقد مارکس بر فلسفه حق هگل، مقدمه این نقد مارکس، مسئله یهود، دستنوشته های فلسفی و اقتصادی 1844، تزای مارکس درباره فوئرباخ و ایدولوژی آلمانی. و برای شروع کارم فکر کردیم قبل از بررسی خود این نوشته ها یه بحث کلی تری داشته باشیم درباره مفهوم آزادی نزد مارکس. مفهومی که در همه این نوشته های مارکس از تز دکتراش تا مانیفست دنبال شده و به نظر من بد نیست به صلاح به عنوان مقدمه این مبحث رو به صلاح بپوشونیم، بعد بپردازیم به نوشته. البته خود این مبحث هم احتمالا به تمام این نوشته اشاره خواهد داشت. رفیقمون کامبیز سخایی زحمت معرفی این جلسات رو پذیرفتن و خود منم داوطلب شدم گوشه ای از این کار رو در کمک به ایشون به عهده بگیرم. اما واضحه که این کار یه نفر و دو نفر نیست و ما هم به این وسیله از رفقای دیگه هم دعوت میکنیم که به ما کمک کنن، رفقایی که در این ارتباط صاحب نظرن، چون واقعا ما دوتا نخواهیم تونست همه این کار رو به تنهایی انجام بدیم. آقای کامبیز سخایی از رفقای کمونیست قدیمی و نازنین چپ ایران هست. ایشان در دوره انقلاب 57 به گروه قیام تعلق داشت.
این گروه از معدود جریانات چپ ایران در اون دوره بود که استراتژی انقلاب سوسیالیستی رو قبول داشتند و برخلاف بسیاری از جریانات اون دوره هرگز به دام دنبال روی و طرفداری از ضد انقلاب آخوندی نیفتادند. برای آشنای بیشتر با ایشان به نظر من رفقا به سایت شخصی رفیع رجوع میدم. نام سایتشون همین اسمشونه، بدون فاصله بین کامبیز و سخایی .com. البته بعد تو تکست اتاق هم اینو میزنم و ویدیوهای برخی از سخنرانی هاشون هم در یک کانال یوتیوب میتونین پیدا کنین به همین نام، باز به همین آیدی که در این اتاق هستن. باز رفقای ادمین در تکست اتاق در طول جلسه این لینک ها رو خواهند. فکر کنم رفیق یاسمن هم گفت، نمیدونم همه شنیدن یا نه، به هر حال در طول جلسه ما ویدیو و صدا رو میبندیم، اما در بخش بحث و پرسش و پاسخ هر کسی که میخواد نوبت بگیر و صحبت کنه البته برای اونا باز خواهد بود. در ضمن ما تمام جلسه رو هم ضبط میکنیم و اگر کسی مایل نیست صدای تصویرش ضبط بشه میتونه از نوشته سوال کنه و رفقا ادمین اون سوالات رو از روی نوشته میخونن و رفیق اون کامبیز میتونه جواب بده. من دیگه بیش از این به اصطلاح زحمتتون نمیدم، چیز نکته دیگه نیست، ولی اگر همه مایلید و همه آماده ایم از رفیق کامبیز تقاضا کنم که بحثشون رو شروع کنم. خب پس با اجازتون شروع کنیم ها؟ بله بفرمایید. خیلی ممنون هرمز جان از محبت تو، هست این که خجالتون دادی البته، ولی خب خیلی ممنون، لطف داری. من امشب فکر کردم که برای این که این بحث رو، یعنی برای ما شده، برای شما که نه دیگه، برای شما شده، برای ما روزه، فکر کردم که این بحث رو یه مقدمه کوتاهی بگم که ببینیم این کجای مجموعه صحبتایی که میخوایم بکنیم قرار میگیره. یعنی مسئله آزادی توی مارکس چه رابطه ای داره با مبارزه برای کمونیسم، مبارزه برای کمونیسم چه رابطه ای داره با مجموعه چیزایی که ما فکر میکنیم مطرحه، چه در رابطه با تاریخ ایران و چه در تاریخ فرهنگی intellectual history ایران، و چه رابطه ای داره با مجموعه مبارزه انقلابی و رهایی بخش و دموکراتیک و همه این جنبه ها. اینه که با اجازتون من یه مقدمه کوتاهی بگم، یعنی سه قسمت کردم این بحث امروز رو، یه مقدمه کوتاهی بگم که این کجای مجموعه بحثای من میتونه قرار بگیره، دوم خود مسئله آزادی و مقوله آزادی رو یه مقداری بشکافم، و بعدم برم توی بحث مارکس که مارکس آزادی رو چجور میبینه و چجوری تعریف میکنه و در رابطه با انسان و کمونیسم و رهایی مسئله آزادی رو چجوری میشکاف. خب حالا از نکته اول اگه بخوایم شروع بکنیم اینه که من دلم میخواد بگم که به نظر من آزادی و رهایی از استبداد و اختناق و عقب موندگی صرفاً یه مسئله سیاسی نیست، همینطورم صرفاً نمیتونیم اونو منوط بکنیم به یه تشکیلات منسجم و چیزی که بتونه، ابزاری که بتونه اینو برامون بیاره. آزادی به مفهوم کمونیستی یعنی از میان برداشتن همه اون موانعی که تحقق انسانیت رو ناممکن میکنه، انسانیت خودم، انسانیت شما و انسانیت دیگران، اون موانعی که نمیذارن این انسانیت تحقق پیدا بکنه رو ما میخوایم بشناسیم تا بفهمیم که مفهوم آزادی برای کمونیست‌ها چیه. بخوایم خیلی خلاصه بگیم آزادی یعنی تعیین سرنوشت، و تو جامعه ما اقلا میتونیم بگیم که مسئله تعیین سرنوشت، یعنی
اینی که چه کسی میتونه تعیین کننده سرنوشت خودش باشه به سه تا عامل فکر میکنم بستگی داره. اولا اینی که اون آدمی که میخواد تعیین سرنوشت خودشو، یعنی سرنوشت خودشو خودش تعیین بکنه، باید اول خودشو بشناسه، بدون کیه، چی میخواد، یعنی از نظر روانی باید آزاد شده باشه و ناخودآگاه، یعنی ضمیر ناخودآگاه خودشو بشناسه و ناخودآگاه اجتماعی رو بشناسه، یعنی بدونه که تو زوایای تاریک و ناشناخته و احیانا خطرناک این دوتا ناخودآگاه چه چیزایی پنهون. این نکته اول، یعنی خودشناسی. خودم، نه خودی که تو دنیای آگاه من، خودی که تو دنیای ناخودآگاه من به عنوان یه شخص و ما به عنوان یه اجتماع هست، یعنی یه ناخودآگاه اجتماعی داریم، یه ناخودآگاه شخصی داریم، هر دوی اینا رو باید بشناسیم اگه میخوایم سرنوشتمون رو دست خودمون بگیریم، وگرنه اون ناخودآگاه سرنوشت ما رو تعیین میکنه. نکته دوم اینه که جامعه سرمایه داری و نقش اونو در بیگانه کردن انسان از خودش بتونه درک کرده باشه. یعنی اندیشه رهایی بخش و کمونیستی به خصوص برای جامعه ما محدود به نقد نهادهای سیاسی و حقوقی موجود نمیشه. باید بره به ورای این دیسکورس، یعنی ورای دیسکورس صرفاً سیاسی و صرفاً حقوقی و وارد عرصه هایی مثل روانکاوی و جامعه شناسی و فرهنگ و اینا بشه. یعنی میخوام بگم که آزادی فردی و آزادی اجتماعی و آزادی فرهنگی از هم که جدا نیستن، اینا به هم بافته شدن، به خصوص تو جامعه سرمایه داری و میون جوامع سرمایه داری، به خصوص تو ایران که خب مثلا یه چیز وحشتناکی مثل اسلام ما داریم که ظاهراً یه پدیده فرهنگی ولی در واقع یکی از نهادهای اصلی تحکیم اختناق. بنابراین مجموعه بحثایی که من در نظر دارم که مطرح بکنیم در هر سه تا زمینه است، یعنی زمینه فردی و زمینه اجتماعی و زمینه فرهنگی. در زمینه فردی ما میخوایم سعی بکنیم با تکیه به روانشناسی کلینیکی و به خصوص روانکاوی، یعنی سایکوآنالیسیس منظورمه، آشفتگی های روانی فرد رو بررسی کنیم و ریشه اونا رو تو ضمیر ناخودآگاه شخص نشون بدیم و مکانیزم های عمل کردشون رو تبیین کنیم. در زمینه اجتماعی سعی میکنیم با تکیه بر تحلیل مارکس به خصوص، ولی اضافه بر مارکس یه متفکرهای رادیکال دیگه هم که جنبه های مختلف سرمایه داری رو بهش نگاه کردن و زیر ذره میبردن، اونا رو بررسی بکنیم و جلوه های مختلفشون رو توی زندگی روزمره نشون بدیم. و بالاخره در زمینه فرهنگی نقش اسلام و عرفان و اندیشه زرتشتی رو به عنوان سه تا از گرایش‌های اصلی فکری توی تاریخ و فرهنگ کشورمون بررسی کنیم و تأثیر هر کدوم از این سه گرایش رو در شیوه زندگی و جهانبینی طبقات اجتماعی مختلفمون ببریم زیر ذره. یعنی نشون بدیم که هر کدوم از این جهانبینی‌ها و شیوه‌های زندگی چه تأثیری بر توده مردم داشتن. اینی که میگم این سه تا جهانبینی و این سه تا شیوه زندگی رو بیشتر از مثلا مکتبای فلسفی و تئوریک مورد تعمق قرار بدیم، برای اینکه اینا ترجمه تودگیر اون مکتبای فکری هستن. یعنی شما به جایی که فارابی و ابن سینا و مثلا چه میدونم سهروردی اینا رو بررسی بکنیم، بیشتر متوجه زمینه اجتماعی جنبش‌های انقلابی یا جنبش‌های اختناقی یا اونایی که این وسط این دوتا هن در واقع میخوان انسانیتشون رو حفظ کنن ولی در این حال هم میخوان از زیر بار مبارزه
انقلابی و مسئولیت اون فرار کنن و میتونید بهتر بررسی کنید و ببینید توی جنبش‌های اینجوری تودگیر مثل عرفان، مثل تفکر زرتشتی و بابکی، خرمدینا و مزدکی و اینا. خب پس بحثمونو ما سعی میکنیم اگر در زمینه روانکاوی و روانشناسی ببریم توی زمینه بررسی هایی که اومدن سعی کردن روانکاوی و به خصوص روانکاوی فروید و یه مقداری هم object relation و ego psychology روانکاوی رو ترکیب کنن با طرز تلقی مارکس و انتقاد مارکس به نهادهای جامعه سرمایه داری. تو دوره قدیمش اون کسایی که به روانکاوای چپ معروف شدن مثل اریک فروم و کارن هورنای و مارکوزه و رایش و اینجور آدم ها، اوبراین و یه سری از این آدم ها بودن. تو دوره جدیدم داریم یه آدم هایی که همین مسیر رو کم و بیش دنبال کردن، یه خود جرأتشون کمتر از اوناست، شرایط اجتماعی هم کمتر بهشون اجازه میده که رسما اینو بگن، ولی بالاخره شما وقتی میخونید میبینید که اینا اومدن سعی کردن مارکس رو با تئوریای سایکوآنالیسیس و تجربه کلینیکی ترکیب بکنه. و ما از طریق مطالعه کارای اینا و بررسیای اینا متوجه میشیم که چطوریه که آدما میان استبداد و ارتجاع و مردسالاری و از خود بیگانگی سرمایه داری رو اینترنالایز میکنن، درونی میکنن. یعنی چجوری میشه که آدما ندونسته و به صورت ناخودآگاه تبدیل به مجری فرامین طبقه حاکم و مردسالارا میشن؟ یعنی من کارگر مدافع ترامپ میشم، میرم فکر میکنم که ترامپه که حرف درست رو داره میزنه و شروع میکنم به پرخاش به بیخانمونا و سیاها و فقرهای شهری اینا که اینا درست کار نمیکنن و فلانن. خلاصه یعنی من میشم یه منی انگار میره تو وجود من که ضد خود من داره میجنگه و من غافلم از اینی که اونی که من خیال میکنم منم و داره حرف میزنه و تو دنیای آگاه منه در واقع دشمن منه، دشمنیه که من اینترنالایزش کردم، با درونیش کردم و خودم رو اون میبینم. خب این مکانیزمی داره، یعنی اینی که من خودم زندانبان و زندانی خودم هستم خاص دوره سرمایه‌داریه و یه مکانیزم روانی خاصی باید رشد میکرده که یه همچی چیزی بتونه پا بگیره، یعنی منو بکنه زندانبان خودم. و من اگه از من بپرسین در دنیای آگاه هم فکر میکنم آزادترین آدمم، چون اصلا هیچ رابطه‌ای بین من و برده‌های دوران بردهداری یا دهقان قرون وسطا وجود نداره. اونا یه جوری بیچاره ها اسیر بودن، من که آزادم، ولی این آزادی من خودش اسارت منه. این چه جوری میشه تو عرصه روانی خودشو نشون میده؟ یعنی چطور میشه که من یه فراخودی، یه من برتری در خودم به وجود میارم که موقعی که من میخوام به اختناق و استبداد و استثمار و از خود بیگانگی اعتراض بکنم اون شروع میکنه به سرکوب کردن من و در من احساس گناه به وجود میاره؟ یعنی من احساس میکنم که کاری که من میکنم، یعنی مبارزه من و شورش من ضد استثمار و استبداد اینا، یه چیز گناه‌آلودیه. پس اینجوری میشه که از طریق این ایجنسی، این نهادی که در درون من رشد کرده، از طریق این فراخود، من دیگه با مغز خودم فکر نمی‌کنم، نمیتونم آزاد باشم، نمیتونم تابع اراده خودم باشم. انعطاف پذیری و تفاوت عقاید و شورش و سرکشی و هر کدوم از این چیزا
در من احساس گناه به وجود میاره. من فکر میکنم که آدم بدیم، آدم پلیدیم که این کار رو دارم میکنم. در عوض موقعی که اطاعت میکنم، همرنگ جماعت میشم، خوش مغز و جزمندیش میشم یا خشنم، چه نسبت به خودم چه نسبت به دیگر آزاده آزادی خواه، اون موقع احساس میکنم که خب آدم درستیم. وقتی مطیع هم و سر به راه هم و همرنگ جماعت هم و خشنم، خشونتم هم متوجه آزاد اندیشا و مبارزین راه آزادی کردم، این موقع هاییه که من احساس میکنم که آدم خوبیم. و روانکاوی رادیکال، روانکاوی که با مارکس، با اندیشه مارکس ترکیب شده، در واقع به ما یاد میده که چجوری خودمون رو از دست ضمیر ناخودآگاه فردی و اجتماعی آزاد کنیم. اول ببینیم اونو، دوم وقتی دیدیم بشناسیم، و سوم بتونیم خودمون رو از دستش آزاد کنیم و تبدیل شیم به اون من یک پارچه شفافی که بیانگر آرزوها و تمنیات و مکنونات قلبی خودمونه، نه اون چیزی که به ما تحمیل شده و ما خیال میکنیم که اون مایی. و دیگه وحشت نداشته باشیم از تحقق انسانیت و آزادی، همدست دشمنمون نشیم تو سرکوب خودمون. خیلی دیدیم دیگه، مثلا تو این توابا که عاشق شکنجهگرشون میشن، در واقع بیشتر از خود شکنجهگره دست و پا میزنن که حرفای اونو توجیه بکنن. یا زنایی که مثلا طرفدار مسلمان ها میشن و خودشون رو تحقیر میکنن، چون اصلا اسلام یعنی تحقیر، تحقیر انسانیت، به خصوص تحقیر زن ها. و میبینی یه آدم های این برخورد رو دارن. یا خیلی از سیاه‌پوست هایی که مدافع نجات پرستی هن. حتی مدافع بردهداری هن. خیلی شما اینا رو میبینید. بنابراین شناختن ضمیر ناخودآگاه و مکانیزمای عمل کرده اونو، نحوه رهایی از چنگالش، یکی از ابعاد اصلی مبارزه کمونیستی برای نیل به آزادی و تعیین سرنوشت. بعد دوم مسئله آزادی و تعیین سرنوشت، همونجور که گفتیم، میشه رهایی از بیگانگی. این رهایی مستلزم یه شناخت دقیقی از سرمایه‌داری و مکانیزمایی که سرمایه‌داری به وسیله اون انسانو از خودش بیگانه میکنه. مثلا آدما الان خیلی فکر میکنن که جنگ و بیکاری و بیخانمونی و همه مصائبی که سرمایه‌داری به بار آورده مال سرمایه‌داری نیست، اینا یه بلایای طبیعی هن، خارج از کنترل انسانه. انگار خدا یا یه سرنوشت شومی این بلاها رو به سر ما آورده و خود آدم ها هیچ نقشی در خلق این بدبختی ها نداشتن و به همین ترتیب به طریق اولا نمیتونن نقشی در رفع و حل اونا داشته باشن. ولی اگه یه ذره دقت کنیم، خب ببینیم که در پس هر کدوم از این معضلات اجتماعی منافع و حرص و طمع طبقات حاکم پنهونه و در واقع خود آدم ها این بلا رو به سر خودشون آوردن. اینا یه چیزهایی نیست که تو ذات هستی و سرنوشت و از این قبیل بلا. مثلا مردمی که نسل اندر نسل همونطوری زندگی میکردن که پدر و مادرهاشون زندگی میکردن، در اثر پرتاب شدن توی بازار میبینن که هر روز همه چیزشون داره عوض میشه، سلیقه‌شون عوض میشه، عقیده‌شون عوض میشه، کار زندگیشون عوض میشه، شهر و محل اقامتشون عوض میشه، کارشون، شغلشون عوض میشه. هر کدوم از ما سیت شغل عوض کردیم. من یادم پدرم تمام عمرش یک کار داشت، پدر بزرگم که اصلا یک کارم نداشت، که تمام عمرش یه آدمی بود، با یه آدمای رفت آمد میکرد، یه عقایدی داشت، افتخارش به این بود که مثلا این لباسم مال 20 سال پیشه، فلان، همه چی ثابت بود. ولی الان همه چی داره تغییر میکنه. حالا اون موقع ثبات و
به سرنوشت و مشیت الهی نسبت میدادن و برای این میگفتن تغییر ناپذیره، برای اینی که خب خدا خواسته یا سرنوشت ما اینه یا مشیت الهی، نه پس بلا اینجوری. تو دوران مدرن و سرمایه‌داری این تغییر رو به یه چیزی مثل همون مشیت الهی نسبت میدن. حالا میگن اقتصاد اینجوریه یا نمیدونم تاریخ سرنوشت آدم ها رو تعیین میکنه. بالاخره یه چیزی خارج از کنترل آدم هاست که داره زندگیشون رو تعیین میکنه. اگه دیروز خدا سمبول همه اون چیزایی بود که سرنوشت انسان رو تعیین میکرد، امروز علم و تکنولوژی و پول و دولت و ایناست. اینا یه بتایی شدن که اونا سرنوشت ما رو تعیین میکنن و ما غافلیم از این. فکر میکنیم که نه هیچ ربطی به پول و حرص طبقه بورژوا و غیر ذالک نداره. اینا یه چیزاییه که تو ذات بشره، حتی اکثرش که بخوایم دیگه خیلی علمی حرف بزنیم میگیم تو ذات انسانه. انسان ذاتن خودخواهه، ذاتن دنبال رقابت و دنبال اینه که دیگران سرشون رو بکنه تو آب که خودش بتونه بیرون از آب بمونه. از اینجور حرف غافلیم از اینی که بابا خب خیلی از این پدیده ها تا 50 سال پیش اصلا وجود نداشتن. مثلا من 50-40 سال پیش اصلا بی خانمون ندیده بودن. یعنی خود استاد ما تو دانشگاه که میخواست راجع به این قضیه حرف بزنه، به عنوان یه پدیده نادر عجیب و غریبی که یه گوشه از شهر اگه بگردین میبینید. حالا اگر شما برید توی خیابونی و کوچه پشت کوچه پشت کوچه نبینین آدم ها تو خیابون تفلکی ها سرگردونن و بعد شب تو این سرما تو خیابون بخوابن، تعجب میکنین پس چطور شده، چطور تو این شهر نیست. اینه که آدم توی جوامع طبقاتی و به خصوص توی سرمایه‌داری فراموش میکنه که اینا همه زاییده مناسبات اجتماعی و تمایلات یه بخشی از آدما هستن. همون جوری که یه شرایطی اینا ایجاد کردن که یه همچین مصائبی بتونه تو جامعه وجود داشته باشه، میشم شرایط دیگه‌ای ایجاد کرد که یه همچین مصائبی رو به وجود نیاره. خب اگر یه جامعه‌ای ما بتونیم درست کنیم که معیار صحت و سقم همه چیزا منافع اقتصادی و اضافه ارزش و سود و پول و این چیزا، قدرت یعنی زر و زور، قدرت و ثروت نباشه، ثروت به معنای سرمایه، خب اون جامعه هم آدم ها توش این بدبختی ها گرفتارش نخواهند. یه چیز عجب و غریبی نیست، یه جوری این حرف جلوه داده شده که به نظر میاد اگه ما بگیم که خب بابا ما خودمون تصمیم گرفتیم و این دنیا رو به وجود آوردیم، خودمون هم تصمیم میگیریم دیگه این دنیا رو نخواهیم. به نظر میاد این حرف عجب و غریبیه. چرا عجب و غریبه؟ اینکه از اول بشر، از اول تاریخ که اینجوری نبوده که. آدم جورای مختلف زندگی کرده، یه روزی هم یواش یواش اون جور و اون نوع زندگی رو گذاشته کنار. خب حالا هم الان میتونیم این نوع زندگی رو بذاریم کنار دیگه. خلاصه ما میخوایم بریم ببینیم که توی این بعد دوم بحثمون ببینیم که سرمایه‌داری و از خود بیگانگی ناشی از سرمایه‌داری چطور ما رو وادار کرده که به پیچ و مهره یه نظامی تبدیل شیم و دچار این پندار بشیم، دچار این توهم بشیم که اینا یه چیزاییه که تو ذات هستیه و راه برون رفتی هم براشون وجود نداره. بعد سوم که میخوایم راجبش صحبت بکنیم مسئله فرهنگیه و اینه که در جامعه ما به دلیل اینکه انکشاف طبقاتی خیلی خوب صورت نگرفته، جهانبینی ها و شیوه های زندگی انقلابی که در واقع سرچشمه های تفکری هن که بعدن
تبدیل میشه به تفکر کمونیستی، توی اخشار طبقات مختلف زحمتکش وجود داشت. اگرچه ما یه طبقه کارگری به معنای مدرن کلمه نداشتیم، ولی پیشورا و دهقانا و خوشنشینا و فقرای شهری و فقرای روستایی بودن که کم و بیش پایگاه اجتماعی یه تفکری مثل تفکر مزدک و بابک و زرتشت که از همه مدونتر ما تئوریاشو داریم، مبنای این قرار گرفتن. یعنی توی تاریخ فرهنگی ما، توی تاریخ به اصطلاح اینتלקچوال هیستوری ما، ما یه تفکر زرتشتی داریم که به کل هم از نظر اسطوره‌ای هم از نظر تئوریک به کلی با تفکر اسلامی یا سلطنتی مغایره. ربطی هم به ناسیونالیسم نداره. این بورژوای ما همه چی رو میخوان بچسبونن چون خودشون هیچی ندارن بگن، میخوان بگن که همه چی ناسیونالیسم. اصلا معلومه زرتشت از یه منطقه های جنوب سیبری میاد، اصلا به ایران و ایرانی کار نداره. ولی خب آره، تو ایران هم بوده، خیلی هم عالیه، ما هم بهش افتخار میکنیم، همینجور که به بابک افتخار میکنیم، به مزدک افتخار میکنیم، ولی نه برای ناسیونالیسمش، برای اون اندیشه رهایی بخشی که اینا پیامشو برای ما آوردن. که اون چیه؟ اون اینه که اولا خدا یعنی هستی، برخلاف خدای ادیان ابراهیمی که خود وقتی از خدا صحبت میکنن منظورشون یه حاکم ستمگر سرکوبگر سلطجوه. آدم هم میکنه بنده خودش، مثلا افتخار آدم اینه که بنده خداست. وظیفه‌ای هم که به عهده آدم میذاره که اینم پاشه بره سلطه برقرار بکنه بر تمام موجودات عالم، حالا چه تو یهودیت چه تو اسلام و هر جایی. تو مسیحیت که دیگه اصلا جنون کامله، یارو خودش میگه من هم خدا هم، هم به خدا میگه چرا من عبادت کردی، هم بارای صلیب میمیره هم میگه من اومدم همه رو از مرگ نجات. با تو خودت نتونستی نجات بدی، چجوری میگه دیگران نجات؟ خلاصه این ادیان ابراهیمی یه مسخره ای هستن که فقط اشکال مختلف سلطه رو تبلیغ میکنن. دیگه در مورد اسلام به فجیع ترین شکل ممکن این کار انجام میدن. خلاصه ما میخوایم اینم بررسی کنیم که توی تاریخ ما یه گرایش انقلابی نزدیک به کمونیستی و سوسیالیستی داریم و در این حال همون گرایشیه که مسئله آزادی زنها و جریانهای فمینیستی رو هم خیلی ارج مینهه به اصطلاح. یعنی شما وقتی تو جنبش بابک میبینین حتی مسلمونا که میخوان اونا رو خراب کنن میگن اینا راجب زنها دیگه زیادی آزادی خواه بودن و ولنگواز بودن به نظر اینا. چون خب اینا اینجوری هم دیگه، مسلمونا فکر کنن هر نوع آزادی خواهی یه چیز خیلی بدیه، به جز آزادی مردا در تجاوز به زنها، اون خیلی خوبه، ولی بقیه چیزا ناجوره. اگه مردم دیگه گفتن ما میخوایم آزاد باشیم، خوش باشیم، مثل خرمدین مال بابک یا مزدک اومده میگه که بابا جون این که شما همه چی رو احتکار میکنین چیز ناجوریه، بذارین مردم سهم ببرن از محصول کار خودشون. یا زنها رو میگه آزاد باشن توی انتخاب پارتنر رومانتیکشون، معشوق خودشون و این قبیل مسائل. و در این حال هم تو اندیشه زرتشتی آزادی خیلی مهمه، مسئله انتخاب خیلی مهمه، مسئله خرد خیلی مهمه و زندگی پرستی توی دین زرتشت یکی از چیزایی که بیخ قید و شرط گناه شمرده میشه از بین بردن زندگیه. زندگی رو باید جشن گیره. اصلا نیایش به زبونای ما قبل چیز، به زبون پهلوی و اوستایی نیایش میشه جشن، لغتش جشنه. یعنی شما سلبریت میکنین زندگی رو. حالا به هر حال منظورم اینه که یکی از نکات دیگه‌ای که در رابطه با آزادی ما میخوایم بررسی کنیم که خاص این منطقه ماست، منطقه ایران و افغانستان و هند و آسیای مرکزی و اینا، مسئله تفکر زرتشتیه. در مقابلش تفکر اسلامی و فقهی رو داریم، فقه و کلام، که سرکوبگر و وحشی و ضد انسانی و ضد زنه و
در واقع ایدئولوژی طبقه حاکم ما بوده از دوران بعد از اسلام. و از دوران قبل از اسلام هم یه نهاد دیگه ای ما داریم که دست اندر دست اسلام تو دوره بعدی میاد که سلطنت، که فقط بر مبنای اطاعت و بندگی و رعیت و حقارت و ولایت شاه یا آخونده یا هر دو، که اونم میبینیم یعنی دیسکورس اسلامی در مقابل دیسکورس زرتشتی، دیسکورس اسلامی مال طبقات حاکم، دیسکورس زرتشتی مال طبقات ستم دیده و زحمتکش و زنا و همه ستم دیده های جامعه ما اینا هستش. در واقع تئوری شورش توی فرهنگ و تاریخ ما و زندگی آزاد و سرکشانه. و در میون این دوتا ما عرفان داریم که عرفا هم سعی میکنن هم با حقارت و بندگی و تفکر ولایی اسلامی مبارزه کنن، هم در این حال میترسن که به طور کامل به جنبش های انقلابی بپیوندن و مبارزه واقعی با نظام سلطه جویانه بکنن، چه ضد شاه چه ضد اسلام. اینا میان یه جهانبینی جهانگریز مبتنی بر زندگی ریاضت پیشگانه، یعنی مبتنی بر ریاضت انتخاب میکنن که اونو اسمشو میذارن عرفان. و به درجات مختلف هرچی رادیکال تره بیشتر سعی میکنه ترک تعلق و مبارزه با مالکیت و مسئله مدارا رو پیش بکشه و این قبیل هست. پس سه تا جریان فکری هم توی تاریخ و فرهنگ ما هست که اونا رو میخوام یه نیم نگاهی بهش بکنیم در رابطه با آزادی، عرفان، اسلام، تفکر زرتشتی. البته در هر مورد هم یه سری منابع داریم که بهشون رجوع میدیم. در مورد مارکس همونجور که رفیقمون هرمز گفت سعی میکنیم به نوشته هایی که کمتر بهش توجه شده، مثل نقد فلسفه حق هگل، مثل مسئله یهود، مثل دست نوشته های اقتصادی فلسفی، اینا مراجعه کنیم. و یه قسمت هایی از کاپیتال که باز اونها هم خیلی مهمن و خیلی کم بهشون توجه شده، مثل فصل مربوط به ماشینیسم که میاد تکنولوژی رو نقد میکنه و تفاوت ماشین با ابزار کار رو نشون میده مارکس، و اینی که انسان چطوری به ابزار ابزارش تبدیل میشه، یعنی انسان میشه ابزاری برای ابزار کار. یا مسئله فصل مربوط به انباشت بدویه که برخورد خونخوارانه طبقات حاکم رو نشون میده که چطور تاریخ تولد سرمایه‌داری طوریه که به قول مارکس تو اون فصل از تمام مساماتش خون و چرک میباره. یعنی تاریخ سرمایه‌داری برخلاف اونجوری که بورژواها دوست دارن برای ما ترسیمش بکنن، خیلی زیبا و مبتنی بر حاکمیت عقل و آزادی انسان اینا نبوده. اون طرفش قطع کردن دست و پای فقرایی بودن که از زمین رونده شده بودن، حتی وادار کردنشون به اینی که برن توی جاهایی، توی خونه هایی که قبلا جزام خونه بودن، برن اونجا و اینقدر کار بکنن تا یا بمیرن یا نشون بدن که خیلی خوب هر نوع سلطه سرمایه رو حاضرن بپذیرن و هر نوع کاری رو ترجیح میدن به اینی که به این وضع گرفتار بشن. خلاصه تاریخ اون روی تاریخ سرمایه‌داری رو که چطور سرمایه‌داری متولد شد نشون میده به ما که دست کمی از کارهایی که مسلمان‌ها تو ایران و افغانستان اینا میکنن نتونه. بله دیگه، حالا زیاد این مسئله رو چیز نکنم، طولش ندم، فقط خواستم که من یه مقدمه‌ای بگم که این بحث آزادی ما چطور توی آزادی از نظر مارکس چطور توی مجموعه بحثایی که خواهیم کرد جا میگیره و کجا جایی که به مارکس تعلق داره و کجا جایی که
در واقع اون جریان های دیگه فکری و اجتماعی میتونن سهمی داشته باشن. حالا قسمت دوم بحث من میخواستم فوکس بکنم، تمرکز بکنم روی اینی که ما وقتی از آزادی صحبت میکنیم مهمترین چیزی که برامون مطرح میشه چیه؟ مهمترین مسئله وقتی از آزادی حرف میزنیم مسئله خودمختاری، یعنی که انسان وقتی آزاده که همونجور که گفتیم خودش تعیین کننده سرنوشت خودش باشه، یعنی کسی یا چیز دیگه ای نباشه که سرنوشت انسان رقم میزنه. حالا این شخص یا این چیز مهم نیست اسمش رو چی بذاریم، میتونیم بگیم خدا، میتونیم بگیم سرنوشت، میتونیم بگیم شاه، ارباب، تاریخ، اقتصاد، فرق نمیکنه. اگر سرنوشت من به وسیله یه آدم یا یه نهاد یا یه چیز متافیزیکی بیرون از خود من تعیین میشه، من دیگه نمیتونم از آزادی حرف بزنم. یعنی من فقط موقعی میتونم از آزادی بگم که زندگی من ناشی از تصمیم و اراده خودم باشه. اگر خواست و تصمیم یه نیروهای بیرون از من حاکم به سرنوشت من بشن، دیگه من آزاد نیستم. اگر اعمال و رفتار روزمره من ناشی از فکر و اراده خودم نباشه و کس دیگه اونا رو به من تحمیل کرده باشه و من بنده اون شخصی باشم که فرامینش رو اجرا میکنم، خب دیگه بدیهیه که جایی برای آزادی نمیمونه. حالا اگه من اومدم به خودم شروع کردم به دروغ گفتن و گفتم که نخیر همچی چیزی نیست، با اینی که یک کس یا یه چیز دیگه داره سرنوشت من رو رقم میزنه، من خودم حاکم به سرنوشت خودم. خب در این حالت یعنی من از خودم بیگانه شدم دیگه، یعنی یکی دیگه داره از داخل من به نام من صحبت میکنه، اون شده نماینده من. خب مارکس به این میگه که این دیگر شدن خود راز بیگانگی تو جامعه سرمایه داریه. یعنی در جامعه سرمایه داری پیشرفته برخلاف مثلا ایران و عربستان و افغانستان و اینا، این پاسدار و مأمور امر به معروف و نهی از منکر نیست که میاد به من میگه که آقا پیرن تو اینجوری بکن، آسینت کوتاه باشه یا کوتاه نباشه، یا به زنه میگه اینو بکن سرت، اونو نکن سرت، یه مش پرت و پرت دیگه. حالا بقیهشو نمیگم که غذا چه جوری بخور و دستشویی چه جوری برو، همه اعمال تو از قبل تعیین میکنه یارو مسلمونه. میگه توی جوامع سرمایه‌داری پیشرفته اینطوری نیست، ولی وقتی ما به اینا به آدمای جامعه سرمایه‌داری نگاه میکنیم میبینیم اینا درست همون کار رو دارن میکنن که اونجا به دستور داروغه و مسلمونه و پاسداره و نمیدونم همین جونورها اینا انجام میدن. خب این چجوریه؟ یعنی منظورم چیه این که میگن؟ یعنی مثلا شما نگاه کن، ما الان که نگاه بکنیم میبینیم ظرف همین 3-4 سال گذشته 10 جور طریقه لباس پوشیدن آدم ها عوض شده، و اینم نیست که یه آدمی هوس کرده لباسش اینجوری کنه، شلوارش تنگ باشه، گشاد باشه، پیرنش اینجوری باشه، کتش اونجوری باشه، نه. یهو میبینه یارو از یه امروز به فردا طرز لباس شد، لباس پوشیدنش عوض شد، انگار یکی بهش دستور داده، کسی هم نیومده بهش دستور بده، ولی این بازار خودشو به این تحمیل کرده. غذا خوردنش هم همینجوریه، یه روز مردم میگن باید گیاه خورد، یه روز میگن نه 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 گیاه نخور، گوشت بخور، بعد فردا میگه گوشت نخور نشاسته بخور، نشاسته نخور اونو بخور. بعد آدم هم همینجوری داره میکنه، ولی نمیفهمه که چطور شد، این که به سلیقه و ذائقهش کاری نداشت، کی بود که اینو وادار کرد؟ اون یکی رژیم میگیره از صبح تا شب، اون یکی میگه رژیم نگیر اصلا، کلینزینگ بکن، نم فلان بکن. هیچ کدوم از این تصمیم‌ها رو خود آدمه نمیگیره، سرنوشتش به دست یه نیروهای ایمپرسونال، غیر شخصی، نیروهای بازار افتاده که حالا به عنوان متخصص یا هر چیزی سرنوشت تعیین سرنوشت آدم ها رو به دست خود اونا گرفتن. منتها آدم ها رو اگر ازشون بپرسی همشون میگن که ما خودمون تصمیم گرفتیم، کسی به ما زور نگفته، من کاملا آزاد. حالا
حتی ما میتونیم بگیم یارو ایرانیه یا عربستان سعودیه یا افغانه، اقلا میدونه که کی داره بهش زور میگه. یارو یه جونور وحشیه، نیمچه حیوانیه که اومده اگه این کارو نکنه میزنه میکشدش. ولی توی سرمایه داری آدم نمیدونه، آدم خیال میکنه خودش داره تصمیم میگیره و فعلا واقعا یه خودی از خداش دارن راجبش تصمیم میگیرن، اون خودی که اینترنالیزیشن و درونی شده یه نیروهای بیرون از اونه. و در واقع میتونیم بگیم که بیگانگی از اون موقعی شروع میشه که من خودم میشم عامل سرکوب و اختناق بیرونی و درونی، یعنی خودم به زندانبان و شکنجهگر خودم تبدیل میشم. و مکانیزمی که این عمل از طریق اون مکانیزم تحقق پیدا میکنه چیه؟ خودفریبی. یعنی زور به صورت خودفریبی بر من اعمال میشه، اختناق و سلطه طبقه حاکم از طریق دروغایی که من به خودم میگم، از اون طریقی که بر من حاکم میشه و در واقع حکومت طبقه حاکم سرمایه دار و نظام سرمایه داری از طریق خودفریبی اعمال میشه. برای همینم ظاهر فتیشی داره، ظاهر آزادی داره، ظاهر حقوقی داره. اجازه بدید که یه خورده ای برای این که بحث دیگه خیلی طولانی نشه و خستتون نکنم، بعضی چیزها رو برم. مثلا یه چیز خیلی جالبی، یه مثال خیلی جالبی اریک فروم میزنه برای اینکه نشون بده که چطور ما حرف دیگران خیال میکنیم حرف خودمون، به خصوص اگه این دیگران به صورت ایمپرسونال و متخصص جلوه بکنن. میگه اگه از یه آدم برین بپرسین تو جامعه سرمایه داری که آقا یا خانم فکر میکنی که امروز بعد از ظهر هوا چجوری خواهد، و یه اطمینان اعتماد به نفس کاملی میاد بهتون میگه که بله امروز بعد از ظهر من فکر میکنم 3.5 درجه هوا سردتر بشه و احتمالا بارون میاد، یه عالم پرت پلا براتون میگه. بعد که یه خورده ای کند و کاب میکنیم میبینیم این حرف هایی که از رادیو یا تلویزیون شنیده راجع به هوا، و با اطمینان کامل اینا رو ابراز میکنه، چون مطمئنه که اولا این حرف ها رو خودش بهش رسیده، در ثانی اینا شک بردار نیستن، یعنی اینا 100% درستن. ولی اگه برید مثلا از یه ایلاتی بپرسیم که من خودم فامیل ایلاتی داشتم، ازشون میپرسیدم بعضی وقتا که چی فکر میکنین؟ فکر میکنین بارون بیاد ما الان داریم میریم بیرون چجوری بود؟ چی با خودمون ببریم و فلان اینا؟ اولا اعتماد به نفس اون وقتی جواب میداد خیلی کمتر بود، چون حرفایی که میزد مبتنی بر تجربهش بود، ولی مبتنی بر تجربهش بود، در نتیجه میدونست که تا حدود زیادی احتمال داره که وقتی هوا اینجوریه، وقتی سیگار میکشه دودش به اونور میره، وقتی آسمون این رنگیه، احتمال داره که بارون بیاد. در نتیجه میگفت، خود دلیلش هم براتون میآورد، میگفت به تجربه من وقتی آسمون اینجوریه، رطوبت این حد، دود سیگار منم اینوری میره، احتمال زیادی هست که امروز بعد از اون بارون بیاد. ولی خب حالا دیگه اینم تجربه منه، شاید هم اینطور نباشه. یعنی میبینید که وقتی یه آدمی حرفی میزد اون حرفو تجربه کرده بود و از عقل خودش استفاده میکرد. ولی توی دنیای سرمایه‌داری نه من حرفام مبتنی بر تجربمه، نه دارم از عقل خودم استفاده میکنم، دارم یه حرفیو که یه کس دیگه ای زده که معلومم نیست اینتنشنش چی بوده رو به عنوان حقیقت مسلم و خرد ناب و تجربه کاملا درست برای شما بازگو میکنم. یه ذرم فشارم بدی عصبانی میشم که یعنی چی؟ یعنی میگه من دروغ دارم میگم؟ نه باجون، تو حرفی که داری میزنی از دنیای ناخودآگاهت میاد که ناخودآگاهت هم بهت میگه هر چیزی اتوریته ها به تو گفتن قبول کن و تکرارش کن، دیگه چرا و چورا نداره. بنابراین
ما وقتی که از آزادی صحبت میکنیم باید در نظر داشته باشیم که آزادی فقط آزادی از سرکوب و اختناق علنی نیست، که اون شکل نفی آزادی توی جوامع ما قبل سرمایه‌داری بوده عمدتا، توی جوامعی که انسان رو به صورت علنی و برهنه و با بیشرمی وادار میکردن که اطاعت بکنه از اوامر طبقات حاکم، همینطور که توی ایران و یا مرد سالارا. همینطور که توی ایران الان وقتی نگاه میکنیم پاسدار و مسلمان و آدم خورایی مثل اونا هیچ عبایی ندارن که بگن که آره من نمیذارم تو آزاد باشی، خودم همون کارهایی رو میکنم که به تو میگم تو حق نداری بکنی، و اگرم کردی چنان سرکوبت میکنم که دیگه رب به تو یاد کنی. حالا این آدم میتونه اون مسلمان آدم خوره باشه، میتونه رضا پهلوی باشه که اومده میگه که بله من میام و از همین پاسدارا، همین بسیجی ها و همین آدم خورا استفاده میکنم که تو رو وادار کنم این دفعه از من اطاعت کنی. اطاعتش عوض نمیشه، تو باید بنده باشی، تو باید ولایت منو بپذیری، من وکیل تو هم. اونم وکیلی که خودش تعیین میکنه که حقوق موکلش چیه. خلاصه یعنی اینی که اونجا علنیه این کار، پنهانکاری در اونجا ما نمیبینیم، کسی نمیاد به که آره بابا تو آزادی و من به آزادی و انسانیتت احترام میذارم، کرامت داری تو، نه میگه کرامتی هم نداری و اصلا آدم نیستی، همونجور که خدا میزنه تو سر من، منو مجبور میکنه این کارا رو بکنم، منم میزنم تو سر تو مجبورت میکنم اون کارا رو بکنم، حرفم بزنی زبون تو از حلقوم میکشم بیرون. این یه نوع سرکوب آزادی که مال جوامع عمدتا جوامع ما قبل سرمایه‌داری یا تو دوره انباشت بدوی. یه نوع دیگه ای از سرکوب آزادی، آزادیه که چه سرکوبیه که توی جوامع سرمایه‌داری اعمال میشه، و این نوع سرکوب در پوشش آزادی و حکومت قانون و برابری اعمال میشه. اصلا مفهوم شخصیت در چارچوب حقوقی خودش، یعنی کسی که چیزه، کسی که میتونه حاکم به سرنوشت خودش باشه، اهلیت حقوقی داره. شخصیت یعنی این دیگه، یعنی کسی که اهلیت حقوقی برخورداره، میتونه تصمیم بگیره راجع به زندگی و به خصوص راجع به مایملک خودش. این مفهوم با حکومت قانون و برابری و حواشی خودش با مدرنیتی رشد میکنه و به وجود میاد. توی ادوار ما قبل سرمایه داری ما اصلا اهلیت نداریم، شخص نداریم به معنای حقوقی، ما ولایت داریم، یعنی شما آدم نیستی، یکی دیگه آدمیت شما رو نمایندگی میکنه، اون به نام شما حرف میزنه و تصمیم میگیره و یه سری کارا رو انجام میده، شما بر خود نمیتونی تصمیم بگیری. حالا بعضی جاها دیگه خیلی لطف کردن، مثل مسلمان هم میگن تو میتونی ولی خودتو انتخاب کنی، یعنی اونی که به تو میگه تو احمقی رو انتخاب کنی، بگی که این بابا میتونه ولی من باشه یا اون یکی، که میشه چیز کردن، مرجع تقلید پیدا کردن، که اصلا خودش مثل فوشه، مرجع تقلید، یعنی من یه اتوریتهی پیدا میکنم که اون اتوریته منو وادار کنه با مغز خودم فکر نکنم، با اراده خودم تصمیم نگیرم. حالا این مال ما قبل سرمایه، مال سرمایه داری اینه که میگه نخه، همه شما اهلیت دارید، همه شما شایسته این هستین که برای خودتون تصمیم بگیرین و با مغز خودتون فکر بکنین، منتها اینو میذارتش تو چارچوب قانون و حقوق و برابری فرمال، که حالا تو بحثی که راجع به لیبرالیسم پایین داشت این مسئله رو بیشتر میشکافیم و انتقاد مارکس رو به این نوع از آزادی روشن کنیم. انتقادش به این معنی نیست که این بده و باید گذاشتش کنار، انتقادش اینه که این محدوده و ناتوانه از اینی که آزادی رو برای انسان قابل تحقق بکنه. اینی که ما فقط محدود کنیم آزادی رو به حقوق
به اینی که من از دخالت دیگران ایمن باشم چرا باعث میشه که من نتونم انسانیتم تحقق بدم و دوباره اسیر بمونم منتها توی چارچوب دیگه. بنابراین آزادی رو نمیشه ریدیوسش بکنیم، تنزلش بدیم به عدم دخالت دیگران در زندگی من. یعنی من تا جای آزادم که دیگری نتونه دخالت کنه تو کار من. این کافی نیست، اگرچه این یکی از ابعاد آزادیه که حالا بعدا مفصل راجع به این هم صحبت خواهیم کرد. آره، اینم حالا این جنبه کلی بحثمون راجع به آزادی بود و حالا با اجازتون برم به قسمت آخر که میخوام خود بحث مارکس رو در رابطه با آزادی یه اشاراتی بکنم که بعد که میریم توی کتابای مشخصش نشون بدیم که چطور مارکس توی هر کدوم از اونا به یکی از این ابعاد آزادی در دنیای مدرن اشاره کرده و سعی کرده به ما نشون بده که محدودیت‌هاشون چی هست و ظرفیت‌های رهایی بخششون چیه و کدومشو چه چیزایی رو ما باید اینتگره کنیم تو تئوری خودمون، چه چیزایی از اونا رو باید مورد انتقاد قرار بدیم. مثلا توی کتاب نقد فلسفه حق هگل مارکس میاد نظام حقوقی و سیاسی جامعه سرمایه‌داری رو به نقد میکشه و نشون میده که اگرچه این نظام داره سعی میکنه انسان رو از بردگی عیان و حقارت و تحمل ولایت آزاد بکنه، ولی از اونجایی که میخواد چارچوب اقتصاد مبتنی بر تولید کالایی و جامعه اتمیزه و مالکیت خصوصی و جدایی دولت از جامعه مدنی، یعنی خصوصیات دوران سرمایه داری رو حفظ بکنه، این نمیتونه منجر به رهایی و تحقق واقعی آزادی برای انسان بشه. توی نقد فلسفه حق هگل این مسئله رو بهش برخورد. توی مسئله یهود میاد جدایی خصوصی و عمومی رو که باز یکی از خصوصیات دیگه جامعه سرمایه‌داری مدرنه، اینو نقد میکنه و نشون میده که این دوتا عرصه، عرصه خصوصی، عرصه عمومی، عرصه بازار، عرصه سیاست، عرصه فرد، عرصه اجتماع، اینی که این دوتا از هم جدا شدن و هر کدوم انگار یه دنیای خودشونو دارن، در واقع وجود انسانو دوپاره میکنه و اجازه نمیده که انسان در تمامیت خودش بتونه خودشو تحقق بده و به طریق اولا هیچ کدوم از این دوتا عرصه هم که از هم دیگه جدا شدن و یه پاره از وجود انسان رو نمایندگی میکنن، هیچ کدوم از این دوتا هم نمیتونن آزادی انسان رو تحقق بدن. انسان نه در بازار و رقابت و ستیز جویی و خودخواهی جامعه مدنی میتونه آزادی خودش رو تحقق بده، نه در دنیای مهالود و مذهبی و به دروغ یونیورسال جلوه داده شده سیاست و حقوق میتونه آزادی رو تحقق بده و سعی میکنه که اینو به دقت توی هر کدوم از نهادها، چه تو نهادهای سیاسی و چه تو نهادهای جامعه مدنی، دقیقا به ما نشون بده که چطور ما مثلا در بازار، در مالکیت خصوصی، در رقابت، عرصه‌های مختلف عرصه خصوصی گرفتاریم و اسیریم و بنده تمایلات نیروهای بیرون از خودمون هستیم و از اون طرف هم توی نهادهای جامعه سیاسی مثل قوه مجریه، قوه مقننه، قوه قضاییه و یه شکلای کانکریت تحقق اینا مثل بوروکراسی، سیستم اداری با تقسیم کار افقی و عمودیش، هیرارشیش، تو هیچ کدوم از اینا هم
نمیتونیم آزادی رو تحقق بدیم. و در نتیجه میخواد به ما نشون بده که آزادی منوط به برانداختن این نهادهایی که با سرمایه‌داری مدرن به وجود اومدن و زندگی انسان رو به بند کشیدن. حالا توی کاپیتال هم میاد دقیق‌تر عرصه جامعه مدنی رو که بعداً اسمای دیگه روش میذاره اونو بررسی میکنه. توی یه سری نوشته های دیگرش عرصه های دیگر بررسی میکنه. و ما دونه دونه این کتاب هاره که میریم سعی میکنیم نگاه کنیم ببینیم این کجای این جامعه رو، جامعه سرمایه‌داری مدرن مورد انتقاد قرار داده و چه نوع آلترناتیوهایی برای اون عرصه ها متصور شد. خب گفتیم که برای اینکه بتونیم نظر مارکس در مورد آزادی بفهمیم بایستی اول ببینیم که تعریفش از انسان و ماهیت انسان چیه و رابطه انسان رو با آزادی چجوری بررسی میکنه. بعد از روشن شدن این مباحث، یعنی ماهیت انسان و رابطه انسان و آزادی، یه نگاهی بندازیم به این که کدوم عرصه های سرمایه داری آزادی رو یا محدود میکنن یا اصلا نافی آزادی هست. مثلا خرید و فروش آزادانه نیروی کار که خاص سرمایه داری، نیروی کار عرض میکنم نه کار. تو تاریخ بشر، خب بشر همیشه کارشو، محصول کارشو میفروخته. یه چیزی تولید میکردین، شما میبردین اون محصول رو تو بازار میفروختین. خیلی جاها، خیلی جاها محصول به صورت کالا در نمیومد، یعنی دیگه نمیفروختین. اونو مثلا دهقان تولید میکرد میداد به اربا، تخم مرغشو، مرغشو، فلانش، گندمشو، هرچیشو میداد. یه جاهایی هم کالاش میکرد میبرد میفروختش. ولی به هر حال صحبت سر محصول کار. سرمایه در سرمایه داری شما نیروی کار رو میفروشید، یعنی شما توانایی کار کردن، که گفتیم کار کردن یعنی انسان بودن، توانایی انسان بودنتون رو میفروشید. یعنی من توانایی دیدن، چشم من میتونه ببینه، اما وقتی نیروی کارم رو میفروشم یعنی توانایی بینایی رو میفروشم به یه کس دیگه ای که اون تعیین میکنه که چی ببین چی نبین، چجوری ببین، چقدر نگاه کن. یعنی انگار چشم من، اگرچه توی وجود من، توی بدن من قرار گرفته، ولیکن در واقع چشم دیگریه. همینطور زبون من، همینطور جنبه های دیگه وجود من، قوای جسمانی من. من یادم یکی از رفقام که تازه کار گرفته بود، خیلی متازه خیال میکرد چه خوشحال بود که کار پیدا کرده، بهش گفته بودن ببین تو این درسی که قراره بری بدی، اون جامعه شناس، درسی که قراره بری بدی 5 دقیقه اول اینا رو میگی، 5 دقیقه دوم اینا رو میگی، 5 دقیقه سوم. تمام ساعتش رو از قبل براش تعیین کرده بودن که راجب چی حرف بزنه، چه جوری حرف بزنه، چه نکاتی رو به اصطلاح بپوشونه که بتونه تا آخر ساعت که میرسه. و بعد به بچه ها پرسش نامه میدادن که آیا این آقایی که استاد شما بود این کارا رو کرد، این مباحث رو کاور کرد، این چیزا رو گفت، اینا رو پوشون نپوشون. یعنی اصلا این آدمه در واقع فقط یه عکسی از خودش بود که داشت سر و صدای طبقه حاکم رو به بدبخت دانشجوها منتقل میکرد. خیالم میکرد که این معلمه، در واقع معلم نبود، یه ضبط صوت بود که بعد اون حرفا رو میزد. خلاصه اینجوری میشه، یعنی نیروی کار میفروشه. با همین ترتیب هم تمام نهادهای دیگه جامعه سرمایه‌داری اینجوری هست. یعنی میشن انسانی که ظاهراً آزاده و خودشه که داره تصمیم میگیره چی باشه چی نباشه، ولی در واقع چون خودشو فروخته به یکی دیگه برای 7-8 ساعت، اون توی اون 7-8 ساعت در واقع تجسم و تحقق آمال و آرزوها و برنامه ها و نیات اون کسیه که نیروی کارش خریده. بنابراین تحلیلی که از مارکس از آزادی میکنه، ما سعی میکنیم
نشون بدیم که مفهوم مارکس که در تقابل با این نوع آزادیه چه تفاوتی داره با مفهوم دموکراتیک، درک دموکراتیک از آزادی، چه تفاوتی داره با درک لیبرالی از آزادی، چه تفاوتی داره با حتی درک اگزیستانسیالیستی از آزادی. اینم که میگم تفاوت داره معنیش نیست که اونا رو باید بریزیم بیرون، باید محدودیت‌هاشون رو ببینیم، نکات مثبتشون رو بگیریم. مثلا همین آزادی‌های منفی که لیبرال‌ها تعریف می‌کنن، خب یه نکات مثبتی داره، یعنی دخالت نابجای جمع در حیات فرد رو مورد انتقاد قرار میده و میگه ضامن آزادی اینه که دخالت، جلوی دخالت نابجای جمع رو ما بگیریم. حالا وقت مشکلش میشه همین، اینی که کیه که میخواد جلوی اینو بگیره؟ اونی که قرار این جلو رو بگیره خودش کی جلوشو میگیره؟ و اینجا دیگه میمونه لیبرال، برای اینکه خودش میشه مدافع دولت اوتوریتار و یه موقعهای خودش در واقع جلوی آزادی ها رو میگیره به عنوان اینی که دارم جلوی نفی آزادی رو میگیرم. یا مثلا دموکرات ها، خب از یه طرف دیگه بحثشون محدودیت داره. دموکرات ها مسئله شون اینه که آزادی یعنی بست امکان شرکت من در حیات اجتماعی و گروهی، هرچی شرکت بیشتر باشه من آزادتر. منتها مسئله اینا برعکس مسئله لیبرال هست. اینا مسئله شون اینه که ما میگیم شرکت کنن آدم، ولی اگه آدم ها شرکتشون منوط به نفی آزادی دیگران شد چی؟ اگر اینایی که میخوان در حیات اجتماعی شرکت کنن خودشون مسلمون بودن، مرد سالار بودن، وحشی بودن، آدم خور بودن، اسرائیلی بودن که میخوان بگن که فلسطینی ها اصلا آدم نیستن چون ما قوم برگزیده، اون وقت چی میشه؟ خب هزار تا مشکل پیش میاد. بنابراین شرکت به تنهایی نمیتونه آزادی رو به ارمغان بیاره، اگرچه شرط لازمیه ولی شرط کافی نیست. من اینکه فقط شرکت میتونه منجر به این بشه که حیات یه بخش بزرگی از مردم رو در چنگال خودش اسیر بکنه. اگه شرکت شرکت مردای مسلمان باشه، خب زنا محروم میشه. اگه شرکت شرکت دست راستی ها و اینا باشه، خب کارگرها و روشنفکرها و اینا محروم میشن، که البته آدم های مثل مسلمون و فاشیست و خودمرکز بین اینا هم میتونه جلوی آزادی روشنفکرها و بقیه رو بگیره. بنابراین اینا هم محدودیت های خودشون. حالا اگزیستانسیالیسم چی؟ اگزیستانسیالیسم هم با اینکه خیلی نظریه جالب و زیباییه، میگه آقا جون تو مسئول اعمال خودتی، هیچ شرایطی نیست که بتونی تو اون شرایط رو انقدر بزرگ بکنی که بگی دیگه من آزادی ندارم. تو همیشه انتخاب داری، هیچ شرایطی نیست، حتی زیر شکنجه هم انتخاب داری که مرگ رو انتخاب کنی و قبول نکنی حقارت تمکین رو. خب این حرف خیلی عالیه، آدم آزاده فلانه، آدم خودشو میآفرینه، نه اینکه شرایط آدم رو میآفرینه. ولی خب یه مشکلی ایجاد میکنه. What about، یعنی چه چیزی پیش میاد اگر وقتی که شما به دلیل مناسبات اجتماعی معینی این گزینه رو نداری که خودتو به عنوان انسان تحقق بدی؟ یعنی اگر شما میری سر کار و آدم نیروی کار تو رو خریده، که نمیتونی اونجا اراده خودتو اعمال بکنی یا تصمیمات خودتو بگیری یا با مغز خودت فکر کن، نمیشه که. اون میگه آقا این پروژه منه، این قدمایی که باید برداری تو این کارا رو باید تو رفتارت نشون بدی. نمیخوای؟ خب من تو رو استخدام نمیکنم. آزادی البته، تو میتونی بگی من انتخاب میکنم که اینجا استخدام نشم، میرم یه جای دیگه. خب بازم اونجا که استخدامه، میرم یه جای دیگه، بازم همینه. یعنی در واقع بازار، به خصوص بازار کار، یعنی خرید و فروش نیروی کار، جاییه که به تو امکان انتخاب نمیده، مگه اینکه بگی بابا من اصلا این مناسبات رو میخوام بر بندازم، یه دنیایی بسازم که هر آدمی بتونه خودش در مورد
کار خودش تصمیم میگیره، خودش در مورد تحقق انسانیتش تصمیم میگیره، کسی دیگه براش تعیین تکلیف نکنه. خب اون مناسبات مناسباتیه که دیگه نه سرمایه‌داران است، نه پدر سالاران است و نه اسلامیه و هیچ کدوم اینا نیست. مناسباتی که بر مبنای توافق آگاهانه و آزادانه خود انسان ها برقرار شد. بنابراین یه جامعه ای میخواد که کاملا مبتنی بر آزادی بی قید و شرط باشه. آزادی بی قید و شرط یعنی وقتی مارکس صحبت میکنه از آزادی، پشبندش حتما بی قید و شرطه، چون کوچکترین قید و شرطی که شما برای آزادی قائل بشین یعنی اصل ولایت رو آوردین وسط، یعنی گفتین آدم نمیتونه در مورد زندگی خودش تصمیم بگیره، نمیتونه فکر کنه با مغز خودش و نمیتونه اعمالش رو ناشی از تمایلات و خیرت خودش بدونه. پس باید حواسمون باشه که وقتی ما از آزادی حرف میزنیم فوراً یادمون باشه که این آزادی بی قید و شرط. به محضی که یه چیزی آوردیم توش، حالا از طرف رفقای خودمون باشه، بگه به شرطی که تابع منافع امپریالیسم نباشه، به شرطی که حرف طبقات حاکم رو نزنه، به شرطی که نه، یعنی هر کدوم از این شروط آزادی رو داره از بین میبره. برای مارکس آزادی یعنی بی قید و شرط، برای همینم آزادی بی قید و شرط یعنی دموکراسی مستقیم، نه سیستم نمایندگی، نه پارلمنتار. یعنی اگر من گفتم که من معتقد به یه پارلمانی هستم که توش نماینده های من به جای من تصمیم میگیرن و فکر میکنن و بعد نتایجشو به من ابلاغ میکنن، دیگه آزادی رو باید بذاریم کنار. این شد یه بحث لیبرالی که آزادی برای آدم ها نیست، آزادی یعنی تحقق شرایط انباشت سرمایه. آزادی فقط وقتی آزادیه که مبتنی بر دموکراسی مستقیمه، یعنی تصمیم گیرنده و مجری اون تصمیمات یه آدمه، نه اینی که یه کسی تصمیم میگیره من تصمیمات اونو اجرا میکنم. خب این که میشه همون کارخونه، میشه خرید و فروش نیروی کار، یه آدم دیگه فکرشو میکنه و نیاتشو داره و اراده خودشو میخواد اعمال بکنه، منم مجری فرامین اون میشم، همون چیزی که اون فکر کرده میشه فکر من، همون چیزی که اون اراده کرده میشه اعمال رفتار من. بنابراین سیستم نمایندگی حالا زیر هر اسمی که باشه نمیتونه منجر به آزادی بشه از نوعی که مارکس در نظر داره، چون مارکس معتقده که آزادی و انسانیت دو تا چیز جدا از هم نیستن. یعنی نمیشه بگین که انسان ما باشیم حالا آزادی رو بعدن یه فکری میکنیم، یا برعکس بگیم ما آزادیم حالا تحقق انسانیت رو بعدن فکرشون میکنیم. اصلا این دوتا یه چیزن. یعنی آدم آدمه به خاطر اینی که آزاده، و آزاده چون آزادی یعنی تحقق انسانیت. چرا؟ برای اینکه ما از نظر بیولوژیک و از نظر ژنتیک از قبل تعیین شده نیستیم، پری دیترمند نیستیم. یعنی من بیولوژیم تعیین نمیکنه که تو صحرا چجوری سروایو کنم، به بقای خودم رو ضمانت کنم. یعنی بدنم اونجوری ساخته نشده، شطوره ساخته شده، اون موجوداتی که تو صحرا هستن اینجوری ساخته شدن، جنتیکلی پروگرامد شدن، برنامه ریزی شدن که بتونن اونجا سروایو کنن. ماهیه از نظر جنتیک طوری ساخته شده که بتونه تو آب به حیات خودش ادامه بده، ولی منم میتونم برم تو آب، من حتی میتونم برم زیر آب، نه به خاطر اینکه از نظر جنتیک یه همچین امکانی دارم، به خاطر اینی که توانایی اینو دارم که در همکاری و همیاری و همدلی با بقیه هم نوعانم یه راههایی پیدا کنم که زیر آبم بتونم زندگی کنم، روی آبم بتونم زندگی کنم، تو صحرای بی آب و علفم بتونم زندگی کنم، تو جنگل مرطوبم بتونم زندگی کنم. هیچ کدوم از اینا هم از نظر ژنتیک
در من به ودیعه گذاشته نشدن. همینطور غذام، من میتونم توی جایی باشم که به جز گیاه هیچی نباشه، گیاهخوارم. میتونم یه جایی باشم که اصلا گیاه وجود نداره، گوشخوارم. یه جایی باشم که یه جوری دیگه است، غذا رو میپزم، یه جای دیگه نمیپزم. هیچ کدوم از اینا ژنتیک نیست. یعنی در همه این موارد من آزادم، من به عنوان یه انسان آزادم از قید و بند عینیات. من خالق دنیای خودمم، من خالق اون طبیعتیم که در اون طبیعت میتونم ادامه حیات پیدا بکنم. من خدا و آفریننده هستی خودم و هستی بیرون از خودم هستم. منتها من تنهانم، من در رابطه با هم نوعانم. یعنی نوع بشر، نوع بشر نه یه محیط خاصی رو داره که توش بتونه زندگی کنه، نه غذای خاصی داره، نه بیولوژی خاصی داره. همه چیزش خودش تعیین میکنه، میتونه تعیین کنه. متاسفانه در طی تاریخ انسان همین کار رو کرده، ولی یه بخش کوچیکی از انسانیت از ثمرات این کار بهره‌مند شدن، که طبقات حاکم و یه بخشی از مردا بودن که مردسالاران. و در سرمایه داری این قضیه خیلی وحشتناکتر شده به صورت بیگانگی انسان. یعنی خلاقیت انسان شده بزرگترین دشمنش. هرچی بیشتر تولید میکنیم فقیرتر میشیم، هرچی خونه های بهتر و زیباتری میسازیم خودمون باید بریم تو خیابون زندگی کنیم و بی خانمون بشیم، هرچی گندم و غذا و چیزای خوراکی بهتری تولید میکنیم بیشتر گرفتار معضلات گوارشی میشیم و چیزای جنتیکلی مودیفاید، محصولاتی که از جنتیک دستکاری شدن باعث میشن که ما مریضتر و گرفتارتر بشیم. بنابراین در دنیای سرمایه داری ما گرفتار این معضلاتی شدیم که در واقع نتیجه خوب کار کردن این سیستمه. یعنی هرچی سیستم موفق‌تر و براتر و پرتوان‌تر شده ما بدبخت‌تر شدیم و زندگیمون چیزتر شد. اوه من میسی که خیلی زیاد حرف زدم، ببخشید، ساعت از دستم در رفت. فکر کنم فعلا همین دیگه، این بحثایی که میخواستیم مطرح کنیم و به نظرم مطرح کردیم. اگه سوالی باشه سعی میکنم جوابشونو بدم. ببخشید من حواسم پرت شد، میسی که زیاد حرف زدم. ایرادی نیست رفیق کامبیز، اگه میخواییم تموم کنیم تموم کنیم، ما صحبت سخنران رو قطع نمی کنیم، وقت داریم به هر حال. قربانت. نه من همینجا نگه میدارم، اگه سوالی هست سوالا رو چیز کنیم، بعد وقت توی سوال جواب فکر میکنم بهتر بتونم توضیح. ممنون از فرصتی که در اختیار من گذاشتیم و ممنون از شنونده ها که تحمل کردن برگویی من.